سنگ مرمر ایران هم شهرت جهانی داره و هم خیلی گرانبهاست. آوازه سنگ‌های زیبای ایران سال‌هاست که عالمگیر شده. با داشتن 72 نوع سنگ یونیک و منحصر به فرد در ایران، باید سفیر اقتصاد معدن محور در جهان باشیم. با این بضاعت سوال اینجاست. از سنگ معدنی که ایران جز 4 کشور برتر دارنده معادن آن است، چگونه استفاده می‌کنیم؟ 6000 سنگ بری و 2000 خورده این معدن بخش اعظم ایجاد اشتغال کردن. ارزش صادرات سنگ ما 270 میلیون دلار است. رقمی ناچیز در مقایسه با تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری. 80% سنگ صادراتی ما الان سنگ کوب. کوب هم همان تخت سنگ‌های چند تونی بزرگ است که تنها بعد از یک مرحله برش، یعنی با حداقل فراوری، به نوعی خام فروشی می شود. سنگ خام مشتریای چین و هند و ایتالیا خیلی داریم و این همه در حالی است که صنعت سنگ بیشترین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود نهفته دارد. اصلا خود اقتصاد مقاومتیه با توسط کی؟ بخش خصوصی توسط کی داره انجام میشه؟ استفاده از پتانسیل های داخل کشور چی کار میکنه؟ اشتغال زایی چه کاری میتونه انجام بده؟ تولید صادرات محور. علم به همین واقعیات افقهای روشنی پیش روی این صنعت ترسیم کرده، مثل اینکه ما باید تا 4 سال آینده میزان استخراجمان را به 28 میلیون تن برسانیم با 4.5 میلیون تن صادرات به ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تا بتوانیم حدود 10% بازار بین المللی را تسخیر کنیم. الزام داریم که تو به زنجیره ارزش توجه ویژه بکنیم. باید بتونیم سرویس خوب، خدمات خوب، کیفیت خوب و قیمت مناسب رو در اختیار مشتری خارجی قرار بدیم. کارشناسان البته شاهبیت زنجیره ارزش را صادرات می‌دانند که اگر هر قدر در هر بخشی رشد کنیم اما در صادرات در جا بزنیم به جایی نمی‌رسیم. تو بخش معدنی چون ما توانمند نیستیم، بهترین خامامون رو به تبع رقبای خارجی ما میان با پول بهتر، شرایط بهتر از معدنداری میخرن که معدندار مشکلات مالی داره. باید با تجهیز معادن، فراوری و تولید ماده اولیه سنگ رو گسترش بدیم. با همین وضعیت کجدار مریض هم معادن غنی و متنوع سنگ ایران 380 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردن، آن هم بیشتر در مناطق محروم کشور. خلاصه اینکه اگر میخواهیم گرد خستگی از تن این صنعتگران بیرون برود و ریزگردهای کارشان کمتر شود، باید به داد این صنعت برسیم. اگر می‌خواهیم سنگ ایرانی کماکان چشم نوازی کند، باید چشم‌ها را صیقل داد. این صنعت را جور دیگر